امروز بعضی دنبال گناه میرن، امروز کسی باش کار نداره، خودش بلند میشه میره فیلتر شکنه رو میزنه تو این سایت تو اون سایت فلان، خودش داره میره سراغ این. خب تو که میدونی به گناه میفتی پاکش کن، تو که میدونی این کامپیوتر تو فلان پس و پس تو باشه کسی بگنار نباشه به گناه میفتی، کامپیوتر بیرون وسط حال، تو که میدونی تنها میشی تو خونه به گناه میفتی، تنها نشو، سعی کن تنها نشی، تو که میدونی اگه وقت آزاد پیدا میکنی به گناه میفتی، وقت تو درست مدیریت کن، پر کن. بنده خدا یه جوونی افتاد تو بیمارستان لحظات آخر مرگش بود، گفت داداش شما بیاد بالا سر، داداش شما آوردن، گفت یه وصیت میخوام بکنم، گفت چی؟ گفت درایو دی و ندیده فرمت کن. مبادا اینجوری باشیم که عزیزم اینجا فرمت کردی، اون دنیا ریکاوری میکنن برات، آدمه هم میزنه بیرون از توش، رو ریکاوریه شخ میزنن، از اون بی خوبون میکشن بیرون، میگه آخ 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 این چی شد، این از کجا آمد. آقا وقت تو پر کن با ورزش کردن، با منم نمیگه همش همین، تا اول میگه با درس خوندن، نه بری یه تخصص، یه ورزش، یه ورزش قهرمانی بره یاد بگیره. همین مثال بود، صبح تا شب بیکار، ول به معنی واقع کلمه، تا 10 صبح خواب، 11 صبح خواب بیدار بشه و 4 تا کانال تلویزیونی مرور بکنه، سر غروبم یه چرخی با رفیقا و بره یه طی صفا و مروه بکنه تو این خیابونا. مؤثر خودشه، برنامه‌ریزی کنید. بارها گفتم به خود اگه الان بشینید شما تو همین تابستون روزی 3 تا کلمه انگلیسی حفظ کنیم دیگه، فشارم بد نیاد، تعطیل روزی 3 تا کلمه، 3 تا 90 تا حفظ کردی، یا زبان تو خوب بکنی، پس فردا به درد خودت میخوره، به درد گسترش دینت میخوره. آقا یه قرآن تو همین ما همین تابستو میشه یه دور قرآن رو تفسیرش خون، تفسیر نمونه ساده فهم به خدا. یه برنامه ریزی میخواد روزی نیم ساعت، روزی نیم ساعت مطالعه. آقا من صبح این ساعت بلند شم، نه بخواب، نه ترس، بعد از ظهر بخون، نیم ساعت فکر کنم ببینم چی. حدیث داریم هر روز که بعد عمر من شما میگذره، هر روز اون دنیا یه آدم میشه، یعنی شخصیت پیدا کنه، میاد شروع میکنه شهادت دادن، این از صبح با من اینجوری برخورد کرد، اونو تمام. برای همین خیلی طول میکشه دیگه حساب کتابا، روز بعدی میاد. مثلا یه نفر 80 سرم کرده، ببین چند روز میشه از ما که مکلف شده، باید جواب بده. بعد آخر حدیث میگه و شبهاش هم همینطور میان باز، یعنی روزا با کنار، شبا هم باز بلند میشن میان میگن که آقا این کلن خوابید، یه جیفه بود، لاشه بود، افتاده بود خور رو پف، نه خدا بیدار بود، این داشت بله یه چیزایی میگن ما اینجا نمیتونیم بگیم، اما اونجا میگن بعدش معصیت میکرد. خدا میگه، خدا میگه چی میگه؟ میگه که حداقل نصفی از شب و چی؟ ما بیدار بمونید عبادت کنید. شما میدونید ما نصفی از شب و همون بیداریم؟ از مغرب که شروع میشه تا 12 شب که بیداریم. خیلی ما چی متاسفانه بیداریم. اما به چی میگذرونیم؟ بتالت. بتالم به نهار جیفتم به لیل. مولا فرمود. اینا روزو به بتالت میگذرونن، شبا مثل لاشه میخوابن. حالا اینا که دیگه از اینا باید برعکس، اینا بطالون به لر جیفتون به نها، شبا بیدار مثل جغد به معصیت، روزا مثل خرس تو غار خوابیده. حواسمونو جمع کنیم.